با سلام درود احترام خدمت هموطنانم، هموطن عزیزم، هموطن مبارزم، هموطن مقاومم. امروز با یه بنده خود صحبت میکردیم، با خیلی صحبت کردیم، گفتم اینقدر سرعت رشد مردم در مقابل حکومت بالا بوده که مردم خودشون تو شوک هستن، هنوز باورشون نمیشه و صد چندان از ور حکومت عقب نشینی داره میکنه. مرتب به جون هم افتادند، افشاگری میکنند، هم دیگر رسوا میکنند. اینو بهتون بگم دوستان، بالغ بر 95% دزدی های دنیا، چه شخصی، چه گروهی، چه دولتی، توسط خودشون افشا میشه، توسط خودشون باز میشه، بین خودشون اختلاف میفته و سهم خواهی بالا میاد به اونجایی میرسه که میره با افشا میکنه. چون اگه مثلا یکیش زندان بیفته، یکیش گرفتار بشه، بعد اونی تو برو من میام میگم آزادت میکنم، اما وقتی که نمیره، نمیاد و خیلی مسائل دیگه، اون افشا میکنه، حتی قتلا رو خیلی مسائل افشا میکنه، چون باید افشا بشه. دزدی یعنی چی؟ یعنی حق یه عده‌ای که به ناحق ازشون گرفته شده است. و شماها الان تو خودتون الان استیزاهای مسائل اینا باید پشتبند داره، چون مثلا اون یک نفر که نیست، حالا برفرض اون وزیر اومد نگفت، نماینده که نمیتونه نگه، چون هر کدومشون خودشون چند صد نفرن، زیر مجموعه داره، اونا ترس خودشون شده یه حرفا رو میزنن، میان افشا میکنن. یه بار تو بندر عباس یک مدیر کل و معاونش دزدی کرده بودن، بعد اینا رو گرفتن، بچه اطلاعات بردن، کاغذ بهشون دادن، گفتن که همه چی رو بنویسید. اینا تا کاری که بچگیشون کرده رو نوشته بودن، از 100 صفحه نوشته بودن. اینا همین رو خواهند نوشت، شک نکن در بسه. الان همه رقم تو خودشون درگیر هستن و این شانسی است برای ملت، شانس به حق احساس ملت. اما در این چند روز که باز من کلیپ راجع روحانیت و این مسئله گذاشتم، چند تا جوجه طلبه و چند تا از این روحانیون دیگه باز اومدن کامنت گذاشتن و حرف زدن. من امشب پدر شما رو در میارم، روزگارتون سیاه میکنم، چون من خیلی مسئله هستم در این سالها بگم. البته میگفتم به یه عده، نه که نگم، اونا که پیشم اینجا می اومدن، ایران پیش من می اومدن، وعاظ بودن، از جامعه مدرسین بودن، از حوزه علمی بودن، اما حالا اینجا میگم که وقتی من میگم حکومت شیطان و شیطان پرست هاست، چون موقعی میخواستم بگم مردم عادی قبول نمیکردند. حالا مردم عادی که توده مردم هستن و اکثرا دایه اسلام رو دارن، دایه شیعه‌گری داشتن، میگفتم تکفیرم میکرد، حتی مادر خود من، خواهر خود من، برادر خود من، من تکفیر میکردم. چون من از قبل از این شورش ننگین من با روحانی جماعت درگیر بودم، چون میدونستم اینا شیادن، پدر سوختن، اینا حرومزاده هستن و الاخر. و زاکانی حدود 700-800 سال پیش اینا خوب شناخته بود. دوستانی که میخوان بیشتر آخونده و شیخ ها رو بشناسند، برن کلیات و زاکانی رو بخونن، چون من نمیتونم اینجا بذارم و نمیتونم اون حرفا رو بزنم. خوب شناخته بود اون زمان و ببینید چه توصیه تو صد پندش چه. شاید 50-65 فقط راجع به آخونده هاست. ریشنامه‌ش رو بخونید که ریش فقط هدیه شیطانه به اینها، چون اونه که شیطان پرست هستن، شیطان پرست واقعی، نه شیاد هایی که هستن، نه با ریششون با شیطان حرف میزنن. صد پندش رو بخونید، بعد موش و گربه‌شو بخونید. همه اینها در مورد آخونداز و شیخ هاست. اون زمان 800 سال پیش رو میشناختن، چون انگل هستن، نیست آشغال هستن. و اونایی که اعتقاد دارن و میدونن من چی میگم، شیطان شما هر کار منفی که بکنید به شما پوان میده. هر کاری بکنید توش گناه باشه یا مردم آزاری باشه، ظلم و ستم باشه یا گرفتاری برای مردم ایجاد بکنه، شیطان به شما امتیاز مثبت میده. حکومت شیطانه. الان دلیلش براتون میگم. حیف وقت به که برای شما میذارم، اما میخوام توده مردم هم بدونند. دوستانی که با مذهبی، هنوز مذهبی هستن، که پشت قصه هستن، بتونن صحبت بکنن باشون. به زبان خودشون، با شریعت خودشون، با احکام خودشون. غیر از اون حرف نمیزنم. من همیشه انصاف رعایت میکنم. جهت اطلاع خدمت شما عرض کنم. ریش پایه‌گذارش قوم یهوده. ریش هدیه شیطانه. ریش اون کسایی که میان برای یک ذره لاک ناخن میگن وضو قبول نیست، این ریش مانع از آرسن آب صورت است.
خب ریش رو میذارید متمایز میشید، اون لباس هم کذایی میپوشید متمایز میشید. اما چرا حکومت اومد شیطانه؟ چرا خمینی شیطان بود و چشماشو میدید قیافشو جالده که مردم نگاه کنه؟ خامنه‌ای هم از او بدتر. اکثر علمای ما شیطانی هستن، اونه که شیطانی نیستن و رحمانی هستن نمیان تو عالم سیاست، تو عالم ظلم و ستم مردم بیکارو نمی کنند، از مردم وجوهات نمی گیرند، تک و توکی هستن. به اندازه دوتا انگوشه جفت دست هم نمیشه در طول تاریخ 1400 سال اسلام نمیشه. خب آقای شما که دایی اسلام رو دارید که خودتون هم میدونید دروغ هست، بدن حکومت و حکومتی ها رو میگن، شما میدونید که روز عید فطر روز گرفتن گناهه، ثواب که نداریش گناه هم داره. در طول این 40 سال بغیر همین امسال کدوم سال عید فطر سر ساعتش انجام شد؟ سر روزش انجام شد؟ عمدنی کار میکردند، عمدنی کار میکردند، میلیاردها تومان هم میدادن برای برن ماه رو پیدا کنن از این حرفا، اما عمدن یک روز عقب مینداختن. حتی دیگه دو سال، دو روز، سه روز بعد از ماه رمضان رو مردم روزه میگرفتن، اونی که اعتقاد داشتن. به شما تک تکتون بگم ثواب که نکردین گناه هم کردین، اما گناهی که متوجه نبودین از مراجع تقلید تقلید کردین، ولی اینا پیش شیطان امتیاز میگرفتن. هم خمینی این کار کرد، هم خامنه ای. همین دلیل بحث جد و آبادشونه، یا بحث اذان رو، اذان در زمانی که بلال بود اذان میگفت، آیا علی ان ولی الله داشت؟ علی ان حجت الله داشت؟ الان در شیعه های پاکستان، در شیعه های هند وقتی به علی ان ولی الله میرسن 10-15 تا ردیف میکنند. خب این یک. دومن چطور تمام اذان دوتاش این همه هر جملهش هیر سرا هیر سرا هیر فلا هیر فلا، اما به علی که میرسید علی ان ولی الله علی ان حجت الله، چرا دوتاش یکی نمی کنید؟ چرا نمی کنید؟ میخواید ریتم اذان به هم بزنید؟ شیطان پلید. خلاصه نمردم، این حرفا رو زدم، نمیخواستم وارد حاشیه بشم. امشب عکس ها رو عمدن نگذاشتم، یه پارچه کشیدم روش که نگن یک طرفدار شاهزاده، یه سرباز پیرش، سرباز افتخاریش، عکس ها رو گذاشته نذاشتم، پرچه رو پارچه روش کشیدم. البته زیر اینا چیز دیگه است، عکس دیگه است، برای کلیپ جدید میخوام بذارم، کلیپ سلامتی است و کلیپ خیلی پرباریه، 10-15 تا کلیپ تو یک سی دی میخوام بذارم. پس میخوام بهتون بگم که شما شیطانید، شک در این قصه نیست. اکثر احکامی هم که شما اجرا میکنید همه شیطانی، همه شیطانی است. برای منافع خودتون مردم ساده رو گیر میارید، بهش جهنم درست میکنید، میترسونید، میلرزونید، بعد منافعتون رو تامین میکنید. شما به چه حقی میگید که یه زن اگه 3 ماه شوهرش نبود برو باش بخواب گناه نداره؟ شما زنا رو انداختی کشور، ربا رو انداختی کشور، پایه‌گذار ربا در کشور شما بودید. ربای نابود کننده، یعنی خون مردم میکیدن. زنا هم که همینه. شما حکایت همون گربه و زاکانی رو دارید. و زاکانی میگفت یه گربه یه ذره آبش بریزین اینقدر خودش میتکونه که میگه بابا این چی شده؟ اما همون گربه یک ماهی رو تو حوض یا تومیه با کله میره برمیداره میره، شما حکم اونه دارید. به جرأت مردم بهتون میگن ملت خدمت، اینا شیطان هستن، روش هم شیطانی هست. ملت یه دومال عباس قفاری، عباس قفاری شیطان پرست صرف با واقعی هست، رمانی و جنگیری و اینا همش دوانیست، اینا پشت قصه هست. 99% شیطان پرستیشه، 1% اون پشت قصه هست. تمام کاراتون هم شیطانی هست و کار شیطانی هم آخرش همش رسوایی، خودتون هم میدونید. و آخر کار یه کاری میکنید که همین کار خراب بشه. دارید میکنید، داره در میاد گندش کم کم. وگرنه این مملکت چی کم داشت که بیروزگار نشوندید؟ چون افکار شیطانی، راه راه شیطانی بود. روز به روز رسواتر میشید، روز به روز اون پرده ها میریزه، اون میفته پایین و شما همه جاتون پیدا میشه. پس من به توده مردم میگم که هنوز تکوت که باور دارم، به جرأت بهتون میگم، به زرس قاطع خدمتتون عرض بکنم، برید بپرسید، از خودشون بپرسید. حکومت حکومت شیطانی است، حکومت حکومت شیطانی است. خب خدمت شما عرضم که حلقه محاصره سوریه در روز ساعت به ساعت تنگتر میشه. یکی از بزرگترین مانورهای تاریخ بشریت، تاریخ دنیا،
توسط اسرائیل، اندونزی که بزرگ کشور مسلمان جهانه و مالزی و 24 کشور دیگه انجام شد. مانوری که رشه به تن خیلی از اون کسایی که به قول معروف یه خود فکر دیگه میکردن انداخت. یه اتحاد عجیبی ایجاد شد و این مبارکه همه مردم دنیا باشه برای صلح جهانی، چون با جنگ به هیچ جا نمیرسن. تخریب ساده، ساختن خیلی سخت و هر لحظه امکان حمله به سوریه هست که آمریکا این کارو میکنه. با روسیه هم هماهنگ کردن که بشار اسد بردارن اون منطقه رو به هم بریزن. حالا ایران هم اومده هواپیماش فرستاده عراق، به حشد و شعبی داده که خوب دقت کن دوستان که شما برو به داعش حمله کن. مگه داعش کلکش نکندید؟ آدم های دروگ هم حافظن نه؟ بعد به چه حقی شما حکم ما دادید به عراقی ها؟ به چه حقی دادید؟ از کی ارزه گرفتیم؟ و اینم به دوستان بگم، هر کسی که آمد به دین و ادیان توهین کرد، هر کس مردم ترسوند، هر کس نقل قول از سپاه کرد بدون برو برگرد، آب خواسته یا نخواسته به آسیاب حکومت میریزه. چون سپاهی وجود نداره، سپاه جرأت نمی کنه یک قدم این برابر کنه، روزگارش سیاه می کنن. وقتی قاشم رقان کاتسا شده یعنی اینکه هیچ جرأت هیچ کاری نداره، کوچکترین خطایی بخواد بکنه روزگارش سیاه کردن. اینا هم می دونن، خودشون هم می دونن، اونها هم می دونن. از ارتش بخواد استفاده کنه از چه بحثی علاقه است. هر کس اما نقل از سپاه کرد این کاره می کنه اون کاره، همش حرفه. سپاه یه جاده رو بسازه، سپاه صد در تونست بسازه. راجب صد من چی تیکه بگم اینجا جالب بود، من این رو نمیدونستم، یعنی اصلا دقت نکرده بودم که تمام صدای ایران رو دادن به اون کسایی که از دیوار سفارت بالا رفتند، از اون مهندس بیطرف بیشرف که کرم هست تا این خانم ایکس و ایگریگ و همین که شد بعد محیط زیست، یعنی صدا رو دادن به اونا. چون بودن صد به ما بدن 10 سال کار کلی هم توش بتونیم بخوریم، کمی کارم کردن، چون ما رفتیم سفارت گرفتیم. پس میفهمیم که سفارت گرفتن، سفارت گرفتن، اینا از قبل هماهنگ بودن برن بگیرن ثروت ایران در دنیا از بین بره، تحریم‌ها شروع بشه، اتفاقاتی بیفته و اینا کاسیبیشون رو بکنند و محیط زیست هم خراب بکنن. خانم اینقدر ازش بدم میاد، فامیلش یادم میره، او خانم حسین رئیس محیط زیست که هیچ چی نگه مجوز رو بده بزه بره محیط زیست اینجا برسونه، بس مأموریت داشتن بچه خودشون تو آمریکا این برابر برن و این ملت بنده خدا رو سر کار بذارن. خانم ابتکار تمام صدا دست اینها بوده، دست همین کسی بودن سفر رفتن بالا، یعنی محیط زیست و آب و اینا همه مأموریت داشتن نابود کنند. و اینا مباهرها گفتم صد حساب کتاب داره. خاشم رفسنجانی با لبخند کریهش که این کارا رو کردند و مردم جیگر تک تک شما رو در میارن، روزگارتون سیاه میکنه. باید پس بدید، جواب پس بدید. شاید چیز رو عوض نکنه اما خیلی مثلا روشن میشه. آخر خود بدن حکومتی رو بدونند، بفهمید حالا صدر کی برنده شده، کی چیکار کرد، چیکار نکرده. من راجع به هاشمی صحبت کردم اما خیلی سر نتونستم بگم، وقت نشد بگم برای آقای مانو خدا بخشیان. سبد هزینه رو هاشمی به هم زد، روار هاشمی آورد. سال 1372 در قشم ایشون صحبت کردین آقا که چرا نباید تجار ما مردم ما موز بخورن، موز وارد کنن. یه سبد هزینه در دنیا هست دوستان. ایشون سبد هزینه رو به هم زد، 50% منابع بانکی. منابع بانکی در دنیا یک تعریفی داره، مثلا 12% صنعت، 17% کشاورزی، مثلا 15% عمران، تعریف دارد. آمد 50-60% داد به کی؟ داد به تجار، برن جنس وارد کنن. با دلار چقدر؟ 128 تومان. بانک تجارت و بانک ملت هنوز داره بدهی اون زمان میده، بهرهاش میده، چون بعد دلار شد 300 بعد شد 400 بعد شد 800 بعد چند هنوز نمیتونه بده. یعنی عملا بانک تجارت و بانک ملت از 1372 تا الان داره به بانک خارجی بهره اون واما رو میده. دلار 125 تومان فروخت، دلار 150 تومان گرفت، اما دلار چون کم بود دیگه نبود، رفت بالا. موز آوردن، فلان آوردن، بسیار سبد هزینه رو به هم زد. هنوز سبد هزینه شکل نگرفته. احمد جاد اومد تیر خلاص زد، اومد سازمان برای بودجه رو منحل کرد که هر چی دزدی موزی کردن بره پیکارش. اما اینا همش علیه خودش استفاده شده، استفاده هم میشه. هوشیاری مردم بارتن هدیه است که به دست مردم رسیده، به دست کشور، به آزادی کشور رسیده. یه سری دوستان برام مینویسن که از شاهزاده چه خبر، چیکار میکنن. دوستان عزیز همینقدر بهتون بگم سربسته بگذرم که شما ببینید هر روز یه فرمانده عوض میکنه، کاری میکنن.
شاهزاده رایزنش میکنه، شب و روز کار میکنه، خارج از تصورتون کار میکنه، خارج از تصورتون ارتباطات چه داره. این یک ماهی، من و امثال من تخم این مرغ هستیم، یک تخم میکنیم قط 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 و همه جا میگیم، ولی ماهی 1 میلیون 2 میلیون تخم میزه، تخم میزه سرش در نمیاد. شون کار خودش میکنه، خوبم بلده، سیاست مدار قهاری هم هست و از اون افرادی زنگیش مخفی میکنه، کار خودش میکنه، عین پدر مرحومشن شوهنش آریامر. خیلی قشنگ کارش انجام میده، مطمئن باشید. این تزلزل در حکومت، این به هم ریختگی حکومت، این به جون هم افتادن حکومت پشت قصه محکم ایشون در روز شاید به جرئت بهتون بگم بالغ بر 350-200 تا تماس با ایران دارند. دیگه همینجا داشته باشید، چون کشورشه، وطنشه، خونهشو میخواد پس بگیره. اما بعدش دیگه مسئله دیگه است. بعد قضیه بعد از انتخابات، بعد از چنج حکومت که به زودی اتفاق میفته، مسئله بعدی است. دارن پیش زمینه عدم کفایت روحانی را آماده میکنند، وزرا را کم کم دارن زمین میزنن که وقتی بیاد به اونجا برسه. این کار خواهند کرد قطعا، شک نکنید، میخوان وقت بگیرن. اما هر کاری گفتم اینا بکنن به ضرر خودشونه، به نفع ملت، هر کاری بکنند. یعنی خفت و ذلت اینها ساعت به ساعت بیشتر میشه، بچه‌م دزدی‌هاشون، کثافت‌کاری‌هاشون، افشاگری‌هاشون علیه خودشون، چون بی‌نهایت ترسیدن و میدونن. به قول خودشون همیشه یه جمله میگن، مردم ایران غیر قابل پیش بینی هستند. و همون غیر قابل پیش بینی پدران در میاره. مردم هنوز دارن خودشون پیدا میکنن، باورشون نمیشه اینقدر روش کردن. اینجور تو حکومت وای نیستن، اینها جنایتکارن، اینها ظالمن، اینها بی‌شرفترین آدم کره زمین هستند، اصلا وجود نداره نظیرشون. من با چند تا آخون صحبت میکردم، بهش گفتم میدونی شما چرا این کارا رو میکنید، کشور دیگه کار میکنید، اینجا کار نمیکنید؟ گفت نه. گفتم شما تو پیش مردم وجهی ندارید، شما آخون دوزاری هستید، چون شخصیت شما تو کشور کسی براش اهمیت نمیده. شما به اسم دین اسلام آمدید، کمر گند زدید، از اون مادی خواف وزیر ارشاد اول که رفت تو دریا بود، خانم گوینده و امثال هم، همه شما گند زدید، ماهیت مشخص شد، مردم پهن بار شما نمیکنه. بیرون تو کشور دیگه که شما نمیستن خودتو مطرح کنید، بیرون اونجا پولا رو خرج میکنید که ما اوف جمهوری اسلامی چی هست. تو خونه هر لبنانی یه عکس خمینی، عکس خامنه‌ای باشه. توجه کردید؟ این به خاطر اینکه شما خودتون رو خوب میشناسید، میدونید هیچ چیزی ندارید، صفر صفر، زیر صفرید، نه کار بردید، نه اعتماد به نفس دارید، نه فنی دارید، نه هیچ، فقط سر مردم کلاه بذارید، شیره به مالی به حرفا رو بزنید. تا میان به جایی میرسن که تو خونه امام حسین هم رفتن، رخت خواب اینجوری بوده، فرش اینجوری بوده. خب بیشرف، زن بچه مردم ایران که صاحب شما هستند، اینو نباید اینها داشته باشن، فقط بچه شما باید داشته باشن. دیگه حرفا به جایی نمیشه، این حرفا به جایی هیچ جا نمیرسه، دیگه این حرفا به جایی نمیرسه. الان نمیدونم اینا رو بگم یا نگم. خب 2-3 دقیقه صحبت میکنم. این که میگم داستان واقعی، حکایت واقعی، حالا من خود تعدیلش میکنم. ظریف یه سخنرانی کرده این روزه با یکی از شبکه ها، یه جوانی جواب خوبی داد، من گذاشتم تو کانال. چرا باید به تحریم برسیم؟ چرا باید این کارا رو بکنیم؟ چرا با سفارت رو بگیریم؟ چرا با همه بجنگیم؟ بعد گناه گردن اینو میندازید. دو تا ارمنی با هم میرن عرق خوری، میرن عرق خوری و چند پک عرق که میخورن، یواشاش این دوستش میگه که، میگه واروش، میگه چی؟ میگه اینجا به نظر تو بوی گند نمیاد. میگه چرا؟ میگه بریم جای دیگه. میرن عرق خوری دیگه میشینه، بعد چند بار میگه واروش، میگه هوایی، میگه دوباره اینجا به نظر بوی گند، میگه آره. خواسته 7-8 عرق خوری عوض مونه، همه جا بوی گند میاد. میگه واروش، نکنه تو خودت خراب کردی؟ میگه خب آره، چطور مگه؟ شما همه جا رو خراب کردی، بوی گند مال خودتونه، فرق نمی کنه رهبر تا ابترتون. های جا عوض میخواید بکنید، های آدم عوض بکنید، گند خودتون زدید، بوی گند را تعفنش همه جا رو گرفته. دزدی هاتون، رانت هاتون، بیشرفی هاتون، جنایت هاتون، همه چیتون.
چون هیچ کدوم از شما تو کشور امنیت شغلی ندارید، پس نمیتونید امنیت ایجاد کنید. و آمدید زنها رو تحقیر کنید. از اون اکبر گنجی تو آمریکا نشسته تاش تو ما. حالا زنها خودشون رو پیدا میکنند. شما به زن میگفتین ضعیفه. خود ضعیفه مؤنث ضعیفه، خود ضعیفی که به زن میگه ضعیفه. همین زنها این کشور خواهند ساخت، در جلو شما خواهند ایستاد. حکومت زنها ثابت خواهند کرد. مردم حمایت میکنند. تو ببینیم ضعیف کیه؟ ضعیفه کیه؟ توجه کردید؟ همین زنها برای سرشماری موسشنا پیدا به زودی زود میبینید. روزگارتون سیاه میکنند. روزگارتون سیاه میکنند. خیلی توهین کردید. خیلی اذیت کردید. چقدر همین اکبر گنجی زن ها رو گرفت و فرستاد بهش زهرا و بر مرده بشو، چقدر زن مریض شد، چقدر زن روان شد، چقدر زن خودکشی کرد، چقدر بچه سخت کردند. همین اکبر گنجی کارش از اونجا حرف مخ میزنه، یه جنایتکاره به تمام معناست. خب شد 20 دقیقه و دوستان توصیه دوره میکنم براتون، حتما کتاب زاکنوری بخونید، به دیگران بگید، صد پندش، ریشنامش و موش و گربش. بیشتر فیلم های پورنو دوستان عزیز در شهرهای دنیا و کشورهای در قم دیده میشه. بالا این فحشا در قم هست، چون فکری ذکری غیر از این ندارند، غیر از این نیستند، همش توی مایه کار میکنند، تصوراتی دارند، همش توی مایه کار میکنند. خدا خوب رسواشون کرد، خوب رسواشون میکنه، به ذلت میشوندشون که داره میشینن. سوریه دوستان کرکش کنده بشه، بلافاصله نوبت بقیه است که حالا میبینید خودتون به زودی زود. عزیزید، ایام بکنم، روزگارتون خوش. کوتاهی منو به خاطر کلیپ دیر گذاشتم ببخشید، یه خورده مسئله فنی دارم حل میشه و ممبرارم یه عده میان، من نمیدونم چی هست واقعا، میمونم میبرن بالا بعد خودشون میرن بیرون، اهمیت نداره، چون اونایی که کلیپ های ما تو ایران باید ببینن میبینند. به این تعداد ممبر نیست، 4-5 هزار تا یه دفعه ظرف یه هفته میاد، باز 4-5 هزار تا یه هفته میره. اینا چیز رو عوض نمی کنه، عوض نمی کنه. قربون تک تکتون برم. عزیزید، ایام بکن، روزگارتون باشه.